ژورنالیستای عزیز، از اینکه شما تشریف آوردین و مرا خواستین یک جان از پیشتان تشکر میکنم. من بسیار امروز خوش هستم که کنفرانس مطبوعاتی در خود کشور ما دایر شده. من شما بسیار تشکر میکنم که چقدر نظم و دیسپلین شما مراعات کردین. ما در بعض جایات کنفرانس مطبوعاتی داشتیم که حتی پای من لغت کردن و لاغ عالی اندان و بدوا برآمده و بدوا شل کردیم. فصل که بار خجالت آب کشیدیم. خب من زیاده وقت شما را نمیگرم، من در خدمت شما قرار دارم. اگر شما گفتلی های سوال داشته باشید من در خدمت هستم. بیرباری شامیر فالزوان هستم از رادیو خبرنگار رادیو اشپرک. جناب محترم متخصص صاحب، بعض مردم پیش شما تبصره میکنن، میگن که شما دای دم پیری ریش سفیدی دای حالت خوب گفتنشان برای ما عیب است، نمیتونم که بگم، مجبور هستم که بگم چون ژورنالیست یا خبرنگار پل از بین مردم شما. مردم میگن که شما دای دم ریش سفیدی بلحواسی یا خوشگذاری نوری آردی، چطور که پس یه حقیقت داره نداری؟ کاملا غلط است و دروغ است. پس اگر دروغ است با مردم چطوری کل مردم خبر داره که شما سه دفعه روسی دنگ و دنگی چی که پس میفهمی که دایی شرایط خراب بعضی جوان ها از دست بیپیسگی روسی کردن نمیتونن، اما شما که سن تان پخته نیستن مستحق نیستن سه بار روسی کردن چی که پس؟ سوال شما را گرفتم، بسیار زیاد تشکر. بفرمایین شما وطنهای عزیز، تمامتان خبر دارید که ما یک زن داشت و امروزه گل نام داشت که واقعا ما وزی دوست بودیم و با موافقه یکی دیگه روسی کردیم. وقتی که روزگار موافقه نکرد، پریشان شدیم. خب بالاخره در یکی از خانه کرایی زندگی میکردیم، یکی از دوستای ما اول داد برای رزگل که خودت همه به خارج میخوایم. او دفتن برای تلفون شد که باید عکس پاسپورتش گرفته شوه. رزگل روان کردیم در ولایت که تصادف همون یکی از عملات انتاری در پیشوری ولایت صورت گرفت که شما همتان چشم دیدین به چشمایتان دیدین. بله انتاری صورت گرفت که رزگل پنج شش روز پنج شش روز رزگل مفقود الاثر شد. وقتی که رفت و بازخواست کردم، تمام شفاخانه را پالیدم، دیوانه خانه را پالیدم، حتی در باغوش رفتم و رزگل را نیافتم، به خاطر که شوقی بودم شعر پلنگ گپار خوش داشت. بعض اوقات بدون از اینکه از به اجازه بگرم به اونجا میرفت، همه جای پالیدم، حتی رفتم دولیگه کار را پالیدم، به رزگل را نیافتم. بالاخره یکی از اون عسکرایی که در اونجا پیره بود گفت پدر جان چی رقم زن بود؟ گفتم یک زن بود، پیچه سفید بود، زن بسیار مقبول بود. ببخشید، زن بسیار زیبا و مقبول بود. اما اون عسکر گفت بند دستش خال نزده بود؟ گفتم زده بود. گفتم چی زده بود؟ گفت نوشته بود یک توته دست یافتم که آقای گل نوشته بود. همون که بود که جرم سر دل ما و یک چپه شد. گفتم نه، رزگل مرا فراموش کرد، مرا میشه رزگل مرا جواب داد و رفت. خب بالاخره قصه کوتاه، شما را چی درد سر بتم؟ اونه بود که یک شش ماه حوصله کردم، شش ماه بعد خوار کلانش هم اگه خبر داره کتگل کس کش به بدخشان آمد برای فاتیا. برای فاتیا آمد چون کتگل هم خودش بیوه بود، در خانه که آمد چشمش ورداشت نکد که خانه خوارش کسی دیگه بیایه بیشینه، خودش از پیشم برموز چشم تقاضا کرد که اگه شبه که برای به عقد نکاید بیاوری. ما کدام جرم نکردیم؟ هر کس که گپ سر ما کده توته کده توبت کده، من مدعی خدا آخر برادر را پیدا کده نیستم. من مدعی خدا پیدا میکنم. بالاخره رفتیم خب چوب گفتیم باش تو که تا که وقت آرسی میکنم گپم تن در غب ماندم. رفتیم یک چیز خریداری کردیم. وقتی که رفتیم پیل جانش نوش جانش، رفتیم در رستوران 11 خورا کباب نوش جان کرد. وقتی که سر چا گفتم یک گلاس او بیار که من نوش جان کنم، سر چا رفت و فشارش بلند رفت و سرش دار خورد. تصادف بعد که کتگل نچا افتید. ببخشید، کتگل نچا افتید. با کمک اهالی جستقیله کرن آوردن و کتگل از چا کشیدن.
وقتی که شفاخانه بردم ده ایجا گفتن که علاجش نمیشه باید هندوستان برن. چند رو پا قرض کردم و کوری کبوتی ها برای کشیدم، پاسپورتش رو جور کردم به هندوستان نوال کردم. فعلا هم تلفونی تماس دارم امرای دکترش که گفته ده حالت نز است، ده حالت کوما. البته ده حالت کوما رفته و دیدم که نه وابطمن جور نمیشه. یک مرد یک معرب شرعی به خود کار داره نداره؟ بله، اگه این خارجی نمیفهمه شما خود میفهمین داره نداره؟ بله بله، خیر ببینین. اونم بود که رفتم فرخنده شباسه برا پیدا کردم ذریع خط و خط بازی تا که با هم موافقه کردیم و آرسی کردیم. فعلا خوش خوشحال هستم. چند وقت بعد هفت ماه هشت ماه باز آرسی بتر شده بود که برای موال آمد که یک زن شفاخانه وزیر محمد اکبر خان با اوش آمده. وقتی که رفتیم که بدبختانه ریزگل بود که برادرها برای تال بگم که خدا دو تا زن داخور مسلمان بسته نکنه. خدا شما را که تو یک زن تال کنه و پوره کنه. تشکر دیره منه نه تکیو. خدا کنه که سوال تجواب داده کنست. بابا مسئله لیلا مان بسیار ببخشید که یک جز سوال شما من که باید این یادآور شما که باز در کدام خبر مطبوعاتی شاید از من سوال شما که یک مسئله لیلا بود کیره برادرام شما شکر بفهمید، اما مردم ما شکر با سواد هستن. کوسنه شوتنگ فیلم بود. شما خوب بفهمید که من در فیلم هم کار میکنم. حتما بعضی ها تصور کردن که نه متخصص همراه لیلا بارسی کرد. او سنه شوتنگ فیلم بود. بعض اوقات من خو میبینم، خو من تصویر میکشم. از شما خواهش میکنم که شما او را طرف کج نبرید و برا خیلی خندونیش خند نکنین، در جایی رقم سوالای بیمانا نکنین. البته بسیار ببخشید من شما را نگفتم که شما خفه نشین. اینم یالا اگه شما برا بگوین که بلواسی میکنم، من نمیکنم. این بیخی اشتباه گفته یک کس که گفته. اینم یالا 30-40 نفر دخترای جوال جوال هستن میخواین خوشدار بستن. باز شما چی پود کنم؟ من که طبقت تمامنش قطع روابط کده غیر یک 6-7 هستن که با هم ملاقات داره بورم تلفونی چشمایم خدای ناخواستن گل کوری بفتک اگه من دیده باشه بشن. تشکر.